الهی با تو دوستان سلام هم. خوش آمدید به نیو ویو و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم برای آشنایی با یک نگاه تازه و نوع دیگه امشب جاده رو با هم خواهیم دید نه اثر فدریکو فلینی بلکه اولین ساخته کوتاه آرش خیاطمان از بر خوب و جوان و پرانگیزه و که سالها در سمت‌های مختلفی در سینما از دوستان خوب ما بوده و چقدر خوشحال شدم وقتی که متوجه شدم اولین ساخته کوتاه خودش رو بالاخره به ثمر رسونده و خب ما هم فرصت و مختنم شمردیم و غنیمت که ازش دعوت بکنیم بیاد فیلمش رو با هم دیگه ببینیم و در صحبت کنیم حالا آره چون سلام خیلی خوش اومدی و خوشحالم که تو این برنامه در خدمت هستم سلام آقای حسینی خیلی خوشحالم که دوباره هم بر از مدت ها سر یه کاری دیدیم و الان هم اینجا در خدمتتون هستم زنده باشی آراشان آراشان من که خوب تو رو خیلی خوب به حال میشناسم و از قدیم در جریان فعالیتات بودم ولی خب به حال برای آشنایی بیشتر مخاطبینی که لطف میکنن و ما رو دنبال میکنن آرش خیاطان رو کاملتر و جامعتر معرفی کن به دو بخش تقسیم کن بخش تا قبل از فعالیت های حرفه ای که اساسا به چه گونه سوق پیدا کردی به طرف سینما و بعدم حالا راجع به فعالیت حرفه بیشتر صحبت من از بچگی اینا خیلی فیلم های جدی سینما می مثلا ده یازده سالگی و هم بودن یا نبودن و مثلا من آقای ایاری رفتم و با اون اصلا همینجوری جدی شروع کردم به فیلم دیدن و در ادامه کلا خیلی فیلم و سریال بین خارجی حرفه ای هم هستم یعنی آپدیت به روز خیلی علاقه داشتم به سینمای موجنو فرانسه و ایتالیا و کلاسیک و امریکا و همه اینا رو خیلی خوب دنبال میکردم و این علاقه ادامه پیدا کرد منطور رشته تحصیلی من چیزی از اینا هم بودم که سینما جشوار فجر مثلا 15-16 سالگی چون مدرسه دبیرستان هم انقلاب بود همیشه تو صف جشواره و فیلم ها و اینا بودم خیلی پیگیر و عاشق سینما بودم ولی خب اون موقع اصلا برش ریاضی میخوندم و رشته عمران بودم بعد سال 87 اون موقع فضای مجازی یاهو 360 بودش و مثل فیسبوک الان و من یه پیجی داشتم که توش خیلی مثلا چیزای هنری و سینمایی و اینا توش پست میکردم اونجا یکی از فرندام آقای سامان مقدم بودش و من به ایشون مسیج دادم که خیلی علاقه دارم که وارد سینما بشم و اینا خیلی استقبال کردن و یک قراری با من گذاشتن و تون قرار شروع آشناییمون بود و اینکه منو خیلی علاقه من بسیم و از اون اول یادم اولین سوالی که از من کرد اینکه یک کمی بعد از گپ زدن گفتش که تو چه شاخه ای از سینما رو دوست داری؟ همین سوالی که الان من بخواستم بپرسم آره تو بازیگری که عشق بازیگری و صحبه... من گفتم <applause> کارگردانی و بلا غیر و این صحبت ها رو ادامه دادیم آخرش به من گفتن که من از اونجایی که دیدم تو فقط یک چیز و علاقه مند و مشخصا بهش هستی نمیگی بازیگری نمیگی صدا برداری گیریم یا به هر نحوی بخوای وارد سینما بشی و اولین چیز کارگردانی فکر میکنم که میدونی دنبال چی هستی و من این کمک رو بهت میکنم و بیا سر کار شمس و لمره که اون سال داشتم میساختن تو گروه کارگردانی باش و به عنوان یک کارآموز و من 21 سالم بود و رشته عمران ول کردم خیلی هم آقای مقدم موقع گفتم به من که این کارو نکن و فلان ولی من اصلا دیوانه سینما بودم و خب چه جوری راضی کردی خانواده عمران <applause> رو <applause> روشن فکری داشتم خیلی ایراد چیزی نمی گرفتم به این مسائل و آره و من 87 شروع کردم به کار کردن تو گروه کارگردانی سریال شمس الدماره و این ادامه دار بود و خب همیشه گوشه ذهنم این بودش که آدم یه موقعی که وقتش برسه بتونم فیلم خودم رو بسازم و این اتفاق بعد از سالها دستیاری کردن سر کارهای مختلف یاد گرفتن از کارگردانها و خب اون نگاه شخصی و دقدقی که خودم داشتم همیشه باعث شد که این کار رو به سمر برسونم جاددر کی ساختی؟ جاددر آقا سال 95 ساخت سال 95 87 تا 95 که در واقع میشه گفتش که اولین گامت به عنوان در واقع فعالیت حرفه‌ای و رسمی که دنبالش بودی در طی این مدت با کدوم کارگردان رو کار کردی من با آقای مقدم که دوتا کار کردم سامان مقدم با آقای کمال تبریزی سریالی که در خدمت شما بودیم سرزمین کهن اون موقع 21 دو سالم بود با آقای بیژن بیرنگ با آقای بهمن فرمانارا با آقای مانی حقیقی با آقای سروش صحت و از جوونا عبد آبست و علی احمدزاده ابی شیبانی و این دوستان و کار آخر هم باز همراه با شما بود سریال آقای برادران محمودی عزیز کارگردان بودن که چکیده و ماحصل <applause> کار کردن با کارگردانی حالا اینا هم که در واقع دوستانی هم که حالا من ازشون راجع به این مسئله سوال میکنم اینه که اون مشترکاتی که در واقع پیدا کردی چکیده کار کردن با کارگردان هایی که متفاوت هم بعضا اسم بردی کار کردن چکیده دریافت چی بود در نهایت؟ اینکه از اون چیزی رو که از هر کارگردانی اون بخشیشون که با یک کمی به, ن... به هر جهتی چه میتونه نظم و ترتیبشون توی کاراشون باشه چه نوع دکوپاجشون چه نوع نگاهشون به فیلم مقوله بازیگری به نظرم هر کدوم از اینا توی یک زمینه یا دو تا زمینه خیلی پررنگتر تر بودن سعی میکردم اونایی که به نگاه خودم هم نزدیک تره و مشخصا شاخصه اون کارگردان هست ازشون یاد بگیرم و خب اینا تو ناخودآگاه ذهنم همیشه بدون که بخوام مثلا ازشون تقلید بکنم یا نه نه فقط کارگردان ایرانی که باشون کار کردم حتی کارگردان خارجی که خیلی بهشون علاقه مندم و دکوپاژ و قصهشون رو دوست دارم اینا همه نوعی از یاد گرفتن من بوده به عنوان کسی که بخوام در فیلم کوتاه و بلند بسازم تعامل به لحاظ سلیقه‌ای با کارگردان داشتی یا صرفا به عنوان دستیار کارگردان باشون کار می‌کردی شده بود که مثلا بتونی در واقع ایرادی از سکانسی داشته باشی و بگیری یا نکته ای رو بگی یا به حال این تعامل وجود داشت آره و اصلا نکته جذاب دستیاری به نظرم اینه یعنی دستیار اصلا نباید یک مسئله ببخشید ابزار باشه که فقط یه چیزی رو گوش کنه و اونو انجام بده این هم هست ولی دستیار به نظرم باید انقدر عاشق کارش باشه و انقدر مسلط باشه که این کمک رو به کارگردان حتی بازیگر سر صحنه بتونه بدا یعنی مشخصا باید تو همه زمین ها بتونه یک نظری داشته باشه آرش به این اینو ازت از سوال میکنم که به هر حال خب خیلی از دوستانی که اومدن اینجا با هم دیگه صحبت کردیم یادم نمیاد فعلا که حالا شاید من سوال نکردم ولی درباره در واقع بیوگرافیشون که حالا به نوعی ازشون میپرسیدم یادم نمیاد که کسی با سابقه دستیاری کارگردان در واقع اومده باشه و شروع کنه به نوعی به فیلمسازی در فیلم سازی در وادی فیلم کوتاه این روشی که در واقع فیلم قبل از اینکه فیلم خودش رو بسازه بره و دستیاری بکنه برای کارگردان متفاوت رو چقدر مفید میدونی؟ یا یعنی پس پیشنهاد میکنی این رو به فیلم کوتاه که این تجربه رو انجام بدن یا نه؟ اولا کلا به نظرم خیلی کمک میکنه و مفید هست ولی واقعا فرق هست بین دستیار کارگردانی که دوست داره دستیار کارگردان باشه صرفا یا دستیار کارگردانی که دقدقش اینه که فیلم ساز باشه خب خیلی از هستن از صنف ما که بسیار حرفه‌ای دستیارهای بسیار حرفه‌ای هستن ولی هنوز فیلمی نساختن یا دغدغه شو داشتن و نساختن یا یعنی اینکه هر راضی شدن به اینکه دستیار کارگردان باشه درستو هر جفتش به نظرم هست همونایی که صرفا از سینما همین براشون اوکی بوده چه اونایی هم که در دغدغه فیلم سازیشون در واقع نبوده یعنی همون دستیاری و من آدمایی هم هستن که آقا تو صنف ما خیلی آدمای موفقی هم و این تجربه دستیار کارگردانی رو داشتن و الان کارگردان بسیار موفقی است. خیلی به نظر من تجربه ارزشمندیه برای حالا نمیگم که کسی که میخواد فیلم کوتاه بسازه حتما باید این مسیر رو دنبال کنه ولی میگم فیلم ساز بشه. فیلم ساز بشه دقیقا ولی خیلی به نظر مفیده برای اینکه شما سر همین صحنه ها سر همین تجربیاته که میتونین ارتباط با بازیگر رو یاد بگیرین ارتباط با عوامل صحنه رو یاد بگیرین اگر باهوش باشین بتونین خودتون رو در مقام کارگردان اون کاری که دارین میکنین تجسم کنین و از ابزارهایی که اون آدمایی که بسیار حرفه‌ای هستن ازشون استفاده کنی از ایده هاشون و هی یاد بگیرید دیگه سر این صحنه ببخشید من به نظرم با کتاب و درس خوندن و کنکور و اینا این تجربه به دست نمیاد مگر اینکه آدما خودشون تجربه بکنن خودشون دوربین رو بردارن برن و بودن از این آدما که خب معلوم تجربه سینما رو ای و به این شکل نداشتن ولی کارگردان های موفقی هم بودن ولی کلا به نظر من خیلی این تجربه سر صحنه بودن کمک میکنه به کسی که دغدغه دق کارگردانی داره و فرق بین دستیارایی که فقط صرفا دوستان دستیار باشن و دستیارایی که از این تجربه میخوان استفاده کنن تا کارگردان شن موافقی که به حال این رشته روانشناسی خاص خودش رو داره و طلب میکنه بودن سر صحنه حداقل فکر میکنم این روانشناسی سینما رو خوب با آدم میده به نظر میاد که اون در واقع بخش زیادی از کارگردانی حالا همه تصور میکنن همون چیدمان جلوی دوربین و صرفا برداشت کردن یک پلان از اون چیدمان این میشه کارگردانی ولی به نظرم شاید 5 درصد ماجرا اینه و 95 درصد کارگردانی حتی بازیگری در واقع پشت دوربین ساخته میشه و فقط محصول ساخته شده است که میاد جلوی دوربین و به ثبت میرسه پس تو اساسا به بچه های فیلم کوتاه توصیه میکنی که چنانچه موقعیتی براشون فراهم شد که بتونن از دستیاری یک کارگردان با تجربه بهره ببرن این کار رو انجام بدن آره؟ 100 درصد خیلی کمک میکنه خیلی و فضای در واقع کارگردان ها به این شکل هستش که به نوعی کسی رو به دستیاری قبول بکنن که میدونن با دغدغه فیلمسازی اومده تا اینکه صرفا با دغدغه دستیاری کارگردان آقا راستش به من پیش اومد و فکر می کنم آدمای دیگه هم به این شانس در خونه خواهد زد و میزنه و اون موقع باید ازش استقبال کنن من اون موقع همه چیزم و رشته تحصیلی که میخواستم و همه به خاطر عشقم به سینما که داستانش اونو از بچگی براتون تعریف کردم ول کردم و وارد این کار شدم و از اون شانس و اقبالی که حالا تهش بالاخره یک علاقه وافری به سینما داشتم که خدا فکر میکنم این شانس رو در خونم قرار و من ازش استفاده کردم به نظرم بچه هایی که این موقعیت براشون پیش میاد باید ازش استفاده کنن حتی اگر دوست نداشته باشن دستیاری رو ادامه بدن ولی برای تجربه اینکه در آینده بخوان ازش استفاده کنن تا فیلم سازی رو شروع کنن خیلی به درد میخوان بسیار عالی خیلی خوب گفتی 95 ساختی جاده رو بله از 95 تا الان 5 سال میگذره این 5 سال چی هیچ کاری نگری آقای حسینی فیلم سازا نگاهشون متفاوته شاید خیلی‌ها به من دوستان میگفتن تو که عاشق سینمایی چرا مثلا یه دوربین هندیکم ور نمیداری بری اون چیزی من هیچ وقت اینجوری متاسفانه به سینما نگاه نمیکردم من همیشه خیلی حرفه ای فیلم ساختن و فیلم سازی رو نگاه میکردم دوست داشتم که از آدمای حرفه ای استفاده کنم که کارم اون چیزی که بهش فکر میکنم از نظر فنی به روخ حرفه رو دقیقاً بله. و راستشو بگم من سال 95 سر کار خاصی هم نبودم صفر هم پول داشتم ولی این ایده خفم واقعا داشت سرم رو میتره کند من اون فیلم رو با قرض و قوله هفت میلیون تومن اون فیلمی که شما دیدین که آدم های... ندیدیم با هم دیگه آره ببینیم <تصفح> آدم های خیلی حرفه‌ای به من لطف کردم و اها اینم بهتون بگم که آقای حسینی یکی دیگه از ف... ف... فوایدی که در واقع سینمای این پشت صحنه بودن به سینمای بچه‌ای که میخوان جوون کار کنن فیلم کوتاه اینه که من خب خیلی از آدم حرفه ای چه جلوی دوربین آقای چراقی پور عزیز و روح الله جان و چه پشت دوربین به من خیلی لطف کردم و واقعا دستموزی از من نگرفت دسترسی, دسترسی داری به آدم های حرفه ای آفرین آقا این کانکشن این کانکشن توی سینما وقتی پشت صحنه کار کنی انقدر آدم های با معرفت درجه ای که آرتیست وجود دارن که بهت کمک کنن تا فیلم تو راحت تر بسیس بسیار عالی پس نمش خود قوت خب از ایده شروع کنیم <تصح> از کجا اومد چجوری شکل کرد؟ اه... آقا آدما من خودم حداقل یه سری دقدقه های اجتماعی دارم که دوست دارم که اگه میخوام فیلم بسازم راجبشون باشه اختلاف طبقاتی برام همیشه موضوع مهمی بوده و اینکه چقدر سرنوشت آدما به همدیگه گره میخوره وقتی از اون بالا تا پایین اعمال و رفتار آدما که شاید اون قدرتمنده اصلا نفهمه که با کوچکترین تصمیمش طبعاتش چقدر آدم ها رو میتونه درگیر کنه همیشه اینا برام نمونه های بارزش رو تو اطرافم دیده بودم و اذیت هم میکرد و اینکه همیشه برام تجسم کردن یک موقعیت توی میزانسن که توی جاده و توی یک ماشین آدما بل اجبار باید یک مسیری رو در کنار هم قرار بگیرن و به هیچ راه فراری نیست آدم ها باید همدیگر تحمل کنن و از وقتا حرفه هم گوش کنن و تو موقعیتی قرار بگیرن که مثل یک زندانه و مجبورن که یک مسیر با هم دیگه برن همه اینا تو ذهنم جرقش رو زد و اولین بار وقتی یک وانتی داشت یک ماشینی رو میبرد این موقعیت برام خیلی جالب جرقش خورد و اون بگراندی که از اون داستانی که بهتون گفتم که برام چقدر مهمه اینا تا و یک خ... چندین خبر در طول چندین سال شنیده بودم در این واقعی در روزنامه ها که چقدر این اتفاق افتاد افتاده تعدیل نیلو و این تعدیل نیرو چه اتفاقایی برای اون آدم ها رقم زده چقدر طول کشید و چجوری شد تا به ایده به فیلم رسید؟ خود نوشتی بله خیلی شگری فیلمنامه جذابه مسیر جذاب و خیلی سختیه به نظرم به خاطر اینکه این دیتیلی که میگم مثلا من اون, جا اون ماشینی که جرسقیلی رو دیدم تو راه و اون ماشین رو داشت میبرد و دو نفر آدم توی وانت نشسته بودن داشتن با هم میرفتن اون خودش این جرقه خوردنه تا اینکه تو بخوای یه داستانی رو براش طراحی کنی و کاملش کنی سکانس بندیش کنی دیالوگا رو بنویسی موقعیت رو براش تجسس کنی این خیلی روند با اینکه برای فیلم کوتاهه ولی فکر میکنم پنج شیش ماهی طول کشید تا به این مرحله برسه که تبدیل بخواد بشه به یه فیلم ببین تفاوت حالا توی که در محیط حرفه یه سینما کار کردی با کسی که کار نکرده و در واقع مثلا به قول حالا از دانشگاه در, دانش در واقع فارغ تحصیل شده یا به نوعی داره بر اساس بعد از یک طی دو یک دوره تئوریک داره سعی میکنه تجربه عملی رو پشت سر بگذاره اینه که شاید برای اون آدم دوم که الان را بیشتر صحبت کردیم یه مقدار همه چی آزمون و خطایی باشه ایده که انتخاب میکنه بعد در نهایت تا کارش رو نسازه و نتیجه کارش رو نبینه از تاثیرگذاری گذاری کارش نمیتونه خیلی مطمئن باشه اما در مورد مثلا کسی که مثل تو در واقع در محیط حرفه سینما کار کرده اصلا و ایده میتونه شروع کنه مشاوره گرفتن دقیقا. خب تو ایده رو در محیط <تصفح> حرفه سینما با کسی در میون گذاشتی بله تو تمام مراحلش از دوستان عزیزم مانی باغبانی و یه تا یه مرحله مخصوصا فینال فیلم و وقتی فیلم نامه شکل گرفته بود و خوندش گفت اینجاش خیلی یه جوریه و عوضش کن و به فینالش خیلی به ام کمک کرد و امید سهرابی هم همینطور خیلی آدمایی بودن که هم فکر هم بودیم و به نظرم خیلی سخته آقای حسینی که داشتم با بچه ها صحبت میکردم که آدم مخصوصا تو فیلم کوتاه خودش فیلمش رو ننویسه یعنی به نظر من خیلی مهمه که آدم دقدقه خودش رو داشته باشه قصه خودش رو داشته باشه و دغدغه بیان کردنش رو داشته باشه اصلا من خودم به شخص متوجه نمیشم کسی کار دیگه ای نویسنده دیگه ای رو بسازه و اینکه متوجه میشه کارگردان این کار نویسنده دیگه رو بسازه آره بسازه. این کارم اتفاقا نه من یعنی میگم خوب خیلی اون درد از این نویسنده کارگردان پس سر دو تا مطلب باشون چونه بزنی آها نه شما آقا بعد هم بنویسیم اتفاقا حالا برحال پس تو در واقع داشتی که یعنی کسی نبود که بهت بگه که ایده مثلا نه حالا آرش ببرو یه ایده دیگه کار کن پس این از اول البته اینجوری نیست مثلا چند نفر اتفاقا میخونم و خوششون نمیاد از همین اهالی سینما ولی حالا میتونه برای هر کسی هم اتفاق بیفته چه سینمایی چه غیر سینمایی به چهار نفر بده بخونم و دوست ولی تو انگیزه تو به من فیلم ساز تاثیر نداشت اون مثبت هایی که بعدش از یه سری آدم خاص گرفتم دوباره شو اون نمیشه آدم بگه که اون منفی رو بگی و هیچ تاثیری ولی اون مثبت هایی که بعدش گرفتم فهمیدم که چقدر خب میتونه سلایق و نظرات بین آدما متفاوت باشه و من نباید از اون منفی انقدر دل بشم که نتونم کارم ادامه بدم میدونم که آقای سیاوش چراقی پور که انشالله هر جا هستن در پناه لطف خدا باشن همیشه این لطف شامل حال بچهای فیلم کوتاه هست و توی این تعداد کارایی که دیدم ایشون زیاد دیدن در های کوتاه رولا حقو هم خب به حال از دوستان قدیم و در سرزمین که هم با هم, هم بازی بودیم مرام خیلی خوبش میشستم چه جوری بهت اعتماد کردن که بیان جلوی دوربین و تو کار تو قبلا اساسا بچه دوست سینما جز دستیاری دوست داشتنی دو. همیشه مؤدب و درجه یک اینا بله خب تمام. برای ولی... این فرم کنه تا اینکه بگی آقا بیجا جلوی راستش این لطفی که شما الان گفتین شامل حالم تو کارا بوده و از لحاظ اینکه اخلاق و ادب و اینا رو انجام بدم و اینکه به خودم و دقدق دق مند نشون بدم به آدم های اونجا چون من همیشه هر کار جدیدی که میرم اتفاقا برام مهمه که کیا توش هستن که بتونم این ارتباط هم تو سینما قوی تر بکنم از لحاظ اینکه هم ازشون یاد بگیرم هم از لحاظ اینکه چون همش دغدغه فیلم ساختن دارم بتونم از ایده هاشون استفاده کنم و از حضورشون تو فیلم های خودم کار راحت بود باشون؟ آقای چراغی پور عزیز و من توی سر کار آقای فرماننارا نارا باشون کار کردم و اونجا شکل گرفت رابطه دوستیمون خیلی آدم البته من تو اون زمان باشون کانکشن این شکلی نداشتم که باشون میخوام فیلم بسازم و اینا وقتی که قصه رو نوشتم اون مرد کارخونه دار رو از نظر قدرت سر قدرت و ثروت بالا میدونستم همونجور که تو اول فیلم خیلی با تکبر با اون آدم کارگر حرف میزد ولی از نظر جسته و اون حالا تونسته یک آدم ضعیف که وقتی تو اون موقعیت تو جاده به اون آدم در واقع تنها میشه و میفهمه که چه خبره اون حس ضعیف بودن رو بتونم بهتر دقیقا. دقیقا. و محبت که این فیلم رو با آقای چراقی پور دادم خب اون آشناییه باعث این ارتباط بود ولی چیزی که براشون خیلی مهم بود قسم فرای هر چیز دیگه ای که کوتاه بلنده اینکه که فیلم رو دوست داشته باشن و خدا خیلی فیلم رو دوست داشتن خیلی دوست داشتم و گفتن که من همه جوره و بدون هیچ چشم داشت فقط به خاطر اینکه این کار ساخته بشه با تیم هستم و از حضورشون خیلی لذت بردم و میدونم چقدر به بچه های دیگه فیلم سازم مثل همین لطفی که به من داشتن داشتن و دارن و از همینجا سپاس گذارشن. درسته که الان هفت میلیون تو من دیگه اصلا هیچ پولی نیست 95 هم خیلی پول زیادی نبود میتونم که دوستا. تو اساسا بتونی دونسته باشی دستموزی به کسی داده باشی ولی دیدم که در تیتراج خب فیلم خیلی خوب و حرفه یه سینما اشکان اشکانی عزیز انشالله هر جا حالش خوب باشه صدا بردار محمد شاه و این همه بال همون دوستی ها و رفاقت چند روز کشید دو روزه دو روز بسیار خوب بعد از فیلم کجاها رفت چی کار کرد نتایجی که ازش به دست آوردی چه جوری بود م... همون همکارای سینمایی دیدن کارت رو بله خب فیلم نظرشون چی اونایی که دیدن خیلی دوستش داشتن بعضی هم همه به عنوان کار اولم هم همه تشویق هم کردن خدا رو شکر و داشت منتقدینم که هر آدمایی که دوست داشتن ولی یه جاهایی روش گیر و گور داشتن خب ولی در کل همه چیز مثبت بود 95 تا 400 شد 5 سال دیگه بعد از اون هیچی چیز دیگه کار نکردی فیلم نامه دارم آقا ان نگی که بلند نکنه نه فعلا میخوام کوتاه نکنه با اولین فیلم کوتاه نه نه آها میپرسین که کجا رفته فیلمم 2017 تو بهترین فستیوال آسیا بوسان کاندید شد دعوت شدم آفرم. و حالا جایزه نبردم ولی جزء سه چهار فینال بودم و توی جشنواره تصویر سالم اکران شده توی پلتفرم ها بعضیشون هست دیدین این چندمین مهمان عزیز ما هست که در واقع میگه که رفتم در این جشنواره اینجوری و ما کی اینها رو اگرم پوشش خبری وجود داشته لابد چندان قوی اتفاق نیفتاده که ما همه این افتخاراتی که این بر بچه های ایرانی در تمام صحنه های بین المللی دارن کسب میکنن از خودشون باید بشنوید تأثیری نداشت اینجا کاندیداتوری پوسان برای ادامه بهتر مسیر؟ چرا خیلی جذابه ولی چیزی که آقای حسینی راستش خیلی بیتاروف و روک و راست بگم که تهیه کننده و سرمایه گذاری برای سینمای و فیلم کوتاه وجود نداره چون برگشت مالی برای دوستان نداره و هر کسی میسازه به هزینه شخص من که جایی سراغ ندارم که مثلا سرمایه گذاری تهیه کننده وجود داشته باشه حتی با توجه به سابقه اینکه این آدم تونسته مثلا حالا من نوعی دارم میگم خیلی ها مثل من هستن که دغدغهشون دق غیر از اینکه به فکر خلاقیت و نوآوری و فی نو... فیلم فیلم نوشتن و فیلم ساختن باشه باید دنبال در واقع جور کردن پول و فلان و اینا برای ساختن فیلم باشن چون فیلم کوتاه دغدغه خیلی از آدمایی که دارن حرفه تو سینما کار میکنن نیست و الان سال 95 تورم با الان خیلی تفاوت کرده و اصلا دیگه واقعا نمیتونم یعنی فیلمنامه دارم آدمایی خوندن خیلی هم دوستش داشتن ولی شرط ساختش دیگه الان م... محیط برای محیط بله خب البته میدونی این موضوع چیه اینجا هم خب از وقتی که این برنامه حالا خوبه در به این موضوع یه گپی بزنیم با مخاطبینمون خب این برنامه طبیعتاً توجه به خصوص اهالی فی، فیلم کوتاه رو فیلم سازان کوتاه رو به خودش جلب کرده خب در واقع پیشنهاداتی هم مبنی بر این هستش که آیا اصلا سازوکاری برای حمایت از تولید فیلم های کوتاه وجود داره یا نه جوابی که حالا بنده در واقع همیشه به این واقع <تصفح> به این دوستان میدم خداوندم که خداوند احد و واحد و یک تا و قادره میگه از تو حرکت از من برکت یعنی به این شکل نیست که خب مثلا یه نفر یه فیلم کوتاهی رو ورداره بیاره بگه که حالا من دنبال حامی برای ساختنش میگردم معمولا اون گام اول رو خوب بعد همون هفت میلیون قرض و قوله همون که از پدرت بری یه چیزی قرض بگیری همین که یه اصطلاحا ریشی گرو بذاری تا بتونی اولین دغدغت رو در واقع عینیت ببخشی خب این خیلی حرکت بزرگیه و جالبه به نظرم اگر کسی تونست از این مرحله عبور کنه میتونه اسم خودش رو بذاره در واقع تیم ساز کوتا وگر نه شما پول و سرمایه رو به هر کسی بدی یه دور نه منظور هم این با این سختی و تلاشه باشه که اصلا اتفاقا اینم جزئی ای از مسیر فیلم سازی برای بزرگترین کارگردان دنیا بوده حالا ما که هیچ چی نیستیم و درست میگین اینو بله ولی کلا بیشتر منظورم این بودش که خیلی به سینمای کوتاه و اینا با با توجه به اینکه اینقدر هم فیلم های مختلف رفتن اتفاق داریم درست در عرضه باید توجه بیشتری بشه که انشالله حالا بر حال ما بتونیم یه قدم کوچیک در این راستا برداریم و این اتفاق بیفته برنامه آینده ان شاء الله که دارم رو بتونم بسازمشون به زودی خیلی زود فیلم بلنده رو قراره کی بسازی؟ اونم آقا ایشالا به زودی و همیشه به دوستی با شما افتخار میکنم و قطعا در هر گامی که بخوام بردارم دوستی من نمیتونی چون اینجا میدونی یا تعارف نداره که اینجا رفاقت بر نمیدونی حقیقت ولی برحال به عنوان مشاوره و دوست و همکار و همفکر ما همیشه دوستای خوبی هستیم خیلی خوب نکته پایانی خیلی ممنون ازتون که انقدر بزرگوارین که با. با این همه دقدقه های شخصی کاری حرفه ای که دارین یه بخش زیادی از توان و ذهن و همه چیتون رو گذاشتیم برای اینکه این بخش از سینمای ایران که خیلی محجور مونده ولی خیلی استعدادهای زیادی داره رو بتونیم بلتر و پررنگترش ترش کنیم و فیلم سازه جوون همه مطمئن باشین که دعاتون میکنن و براتون انرژی میفرد و همه من بهشون بگم خدا قوت دست شده درد نکنه اتفاقا حالا بر لطفی که آرش داره ممنونم اینو میگه ولی همه اون دقدقه ها و خستگی ها و اینا من اینجا تازه میام خستگی در میکنم با یه نگاه های تازهی مواجه میشم با انرژی های تازه مواجه میشم و نسبت به آینده حرفه در این سرزمین امیدوار خیلی موفق باشید خیلی خوش, محفظ محفظم. محفظم. خیلی خوش دوستان سپاسگزارم از همراهی شما همچنان سایه محبتتون رو بر سر ما حفظ کنید انشالله در پناه خدا به امید دیدار